سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان باز با یک آیه میخوام از کلام خداوند بخونم و اون چرا که خداوند برای من از این آیه باز کرده با شما در میون بذارم آیه هست از دوم قرنتیان باب دو آیه چارده تا 16. لیکن شکر خداست که ما را در مسیح دائما در مکب زفر خود میبرد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما من و شما ظاهر می کند زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می باشیم می دونید در قدیم وقتی که یک سردار رومی از فتوحات بر می گشت طی یک رژه پیروزمندانه تمام اسرا و اون غنایم جنگی را که گرفته بودن در یک رژه وارد شهر که می شدن در یک ابری از بخور خوشبو اینا بخور رو میسوزوندن و لشکر وارد شهر میشد این عطر خوشبوی بخور برای اونایی که فاتحین بودن یک علامت پیروزی بود علامت این که پیروز شدیم و داریم وارد کشورمون وارد شهرمون میشدیم برا ولی برای اونایی که فاتحین بودن علامت پیروزی بود ولی برای اسرا اونایی که اسیر بودند و اونا رو اسیر گرفته بودن و وارد شهر میکردن علامت شکست بود علامت مرگ بود و ممکن بود اونا کشته بشن امروز اینجا کلام و خداوند خبر خوش رو وقتی که به دیگران می رسونیم شاید برای بعضی ها این خبر خوش نشانه پیروزی باشه نشانه این که ما پیروز هستیم نجات یافته هستیم برای بر بعضی ها که اونا رد میکنن و اسیر شیطان هستن شاید علامت و معنی مرگ و شکست رو داشته باشه در این آیه خوندم براتون اینجا پولس میگه ما عطر خوشبوی عیسی مسیح هستیم یک روزی وقتی که من این آیه رو میخوندم شاید یکی دو سه ساعت روی این مسئله فکر کردم چرا پولس میگه ما عطر خوشبوی عیسی مسیح هستیم همه ما میدونیم بدن ما به خودی خود بو نداره و اگرم داره شاید بوی بد بد باشه بعضی تنشون بو میده و اگه کار بکنیم عرق میکنیم بوی بد عرق از وجود و بدن ما میاد پس بدن به خودی خود بو نداره همینطور هست ما در خداوند بدن خداوند کلیسا بدون عیسی مسیح به خودی خود هیچ بوی خوشبوی نداره نه فقط بوی خوشبو نداره بلکه بوی بد نیز داره بوی گناه بوی بعد ها، بوی تفون گناه و بوی اخلاقای بدمون، رفتارهای بدمون، کردارای بدمون، هیچ بوی خوبی از خودمون نداریم ولی وقتی که خداوند وارد زندگی ما میشه، وقتی که مسیح وارد زندگی ما میشه، این بو رو عوض میکنه. وقتی که روح القدس در زندگی ما کار میکنه، این بو عوض میشه. این بو یک بوی دیگه این دیگه، دیگه بدن ما بوی گناه نمیده. دیگه وقتی خداوند نگاه میکنه و خداوند میخواد بو کنه دیگه بوی بده گناه، بوی متفن گناه نمیگیره. بلکه بوی خوب و عطر خوشبوی ایسای مسیح و روح القدس از زندگی من و شما میاد. و امروز به زندگیمون نگاه بکنیم. خداوند وقتی که نگاه میکنه چه بویی میگیره؟ و من خیلی فکر کردم در مرابطه با عطر چرا پولس اینجا میگه عطر نه فقط عطر معمولی عطر خوشبوی مسیح هستیم چه چیزی در عطر هست که میتونه امروز بیانگر اون ایمان اون کار رو زندگی در زندگی من و شما باشه اولین نکته مردم نسبت به عطر خوب عطر خوشبو بی تفاوت نیستن یعنی وقتی که یک بوی خوب رو آدم میگیره طبیعتاً بو میکنی وقتی کسی از پیش آدم رد میشه و عطر خوبی زده مردم بی اعتنا ازش رد نمیشن میخوام بو کنن خوششون میاد همینطور زندگی روحانی من و شما وقتی که عطر خوشبوی مسیح از رفتار ما از کردار ما از اخلاق ما از زندگی روحانی ما دیده بشه وقتی که مردم این بو رو بگیرن و بوی خوب و عطر خوشبو رو بگیرن دیگه مردم به زندگی روحانی ما بی تفاوت نخواهند بود وقتی که سمرات روح القدس در زندگی من و شما دیده بشه مردم بی تفاوت نخواهند گذاشت و دیگه براشون مهم خواهد بود که چه عطر خوشبویی هست و امروز اون عطر اون بو باید در زندگی من و شما از رفتارامون از اخلاقامون دیده بشه یوحنا در 13 باب 13 و 35 میگه که از این خواهند شناخت که شاگردان من هستید که یکدیگر رو محبت کنید در اول قرنتیان باب 13 باب محبت هست ما میتونیم در محبت عطر خوشبو باشیم ما میتونیم در فروتنی عطر خوشبو باشیم در خدمت و شستن پای یک دیگه عطر خوشبو باشیم در دعا کردن مکاشفه هشت چار میگه دعاهای مقدسی مثل بخوری خوشبو به حضور خداوند میره آیا تا حال تونسته ایم عطر خوشبو باشیم و مردم به زندگی من و شما بی نباشن بلکه اونا رو جذب کنیم دومی خاصیت یک عطر خوشبو اینه که عطر خوشبو مردم جذبش میشن و وقتی که بوی خوب هست هر جا که بوی خوب هست آدم جذبش میشه شده یکی رد بشه و احساس کنید میخوای دنبالش کنید که این بو رو بگیرید لاغر برای چند ثانیه این بوی خوب رو بگیرید از چند متری بوی خوب رو آدم تشخیص میده میگیم این عطر نمیدونم کلینیک که سیلودر جیمی چوه اینو چون خوشبوه و میدونیم امروز زندگی من و شما اگر بوی خوب ایسای مسیح اگر بوی عطر خوش روح القدس از زندگی من و شما دیده بشه مردم جذب میشن مردم جذب مسیح میشن که در زندگی من و شما عطر خوش کرده در زندگی من و شما اون عطر خوش رو داده و میده از کارهای ما از اعمال ما مردم جذب میشن و روی مردم اثر میذاره مردم میتونن کار خوب رو بوی خوب رو در زندگی ما تشخیص بدن آیا شده تا حالا خجالت بکشیم در مورد مسیح به کسی بگیم چرا چون زندگی ما گویا بوی خوب ایسای مسیح رو نداشته اون عطر خوشبو رو نداشته و خجالت کشیدیم از این که به مسی در مورد مسی به دوستمون هم کارمون خانوادهمون بگیم چرا چون زندگی روحانی من عطر خوشبوی مسی نبوده خجالت کشیدم تا مردم جذبش بشن ارزش بعدی یک عطر خوشبو مردم طالب خرید و داشتن عطر خوشبو هستن وقتی که بوی خوب عطر میاد و بوی خوب عطر هست وقتی که عطر خیلی خوبه مردم دلشون میخواد اون رو داشته باشن دلشون میخواد حتی یک بهایی رو بدن پول جمع کنن پس کنن که اون عطر خوب را داشته باشن بخرن مال, اون با، مال اونا باشه اگه امروز زندگی من و شما رول قدوس در زندگی من و شما عطر خوشبو باشه مردم میخوان او رو در زندگی من و شما داشته باشن مردم میخوان مسیحی که زندگی من رو خوشبو کرده طالب خرید اون باشن چرا شاگردان با جرأت در مورد مسیح میگفتن چرا شاگردان مردم این همه جذب پتروس موعظه میکرد سه هزار نفری ایمان رو چرا چون عطر خوشبوی عیسی مسیح از زندگی اونا دیده میشد بویده میشد و مردم مردمی رو میدیدن و جذب عیسی میشدن میومدن به پتروس میگفتن چیکار بکنیم که این زندگی ما نیست عطر خوشبوی مسیر رو بده چهارمین ارزش عطر خوشبو اینه که ما جرعت میکنیم با دلیری با اعتماد به دیگران را رو معرفی بکنیم و همینطور جرأت میکنیم که اون رو به کسی هدیه بدیم تا حالا شده یه عطر ارزون باشه و خجالت بکشیم از اینکه اون رو به دیگران هدیه بدیم همینطور هست زندگی روحانی من و شما برای همینه پولس میگه ما باید عطر خوشبو باشیم وقتی که اطراف خوشبوی مسیر رو بدیم جرأت خواهیم کرد در بین هم کار جرأت خواهم کرد در مورد مسی صحبت کنم در خانواده جرأت خواهم کرد از مسی بگم چون عطر خوشبوی مسی رو دارم ولی خیلی وقتا همینطور که گفتم متاسفانه نمیتونیم از مسی بگیم چون عطر خوشبوی مسی از زندگی ما دیده نمیشه امروز چیکار میکنیم امروز زندگی ما عطر خوشبو هست برای عیسی آیا جرأت دارم اون رو معرفی بکنم برای دیگران امروز یه سر به بخ... زندگی خودمون بیاییم بذاریم که عطر خوشبوی مسیح و روح القدس از اعمال من و شما دیده بشه که مردم نسبت به اون بی‌اعتنا نشن جذب بشن و طالب خرید اون باشن و جرأت داشته باشن که اون رو برای دیگران معرفی بکنن امروز بیایید عطر خوشبوی مسیح باشیم و باعث جلال اون او باشیم خدا شما رو برکت بده و روز خوبی را برای همه شما عزیزان آرزو می کنم. خدا به همراهتون.